من بچات دست خیلی ممنون. نون 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 دان 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 هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از بدبختی ولی فقیه که هرچی هم خفت مذاکره رو که قبلا براش شرط و شروط گذاشته بود و مرز سرخ کرده بود میپذیره، باز هم حلقه تحریم ها دور گردنش تنگتر میشه. خلاصه حال عظما زارتر از اونیه که بتونه وارد عمل جراحی مذاکره بشه و سالم از زیر اون بیرون بیا. دستش برای وارد شدن توی مذاکرات خالی بود، قبل از مذاکره تلاش میکرد با ژست و فیگور خالی و موزیک هیجانی و آگاهی سر چند تا بسیجی ساندیس خور شیره بماله که انگار خبرهای خوب در راهه. چرا مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک بعد از 15 ماه وقفه از سر گرفته شد؟ چرا طرفهای مذاکره خندان بیرون آمدن؟ چرا بغداد؟ بغداد به عنوان محل مذاکرات پیشنهاد کدام طرف مذاکره بود؟ آیا مذاکرات بغداد فقط درباره موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود یا مسائل دیگری هم در آن مطرح خواهد شد؟ انتظارات ایران در این مذاکرات چیست؟ غرب چه باید بکند؟ غرب از ایران چه می‌خواهد؟ آیا ایران به انتظارات غرب پاسخ مثبت می‌دهد؟ غرب چه باید بکند؟ غرب چه باید بکند؟ برای این دادار و دودور و تبلیغ کسی رو نداشتم وردارم بیارن جلوی دوربین جز پاسدار بازجو شریعت مداری که طبق معمول شیر خالی بندی و نقل و قولهای مجهول رو باز کرد تو تلویزیون. یه گزارشی رو آقای جورج فریدمن داره که مسئول مرکز استراتژیک استراتفوره، بنابراین یا آقای آلوین تافلر. در ادامه حرف آقای شربت‌مداری، فتنه‌گران از دستورالعمل جورج سوروس استفاده کردند که همین دستورالعمل تو کتاب آموزش آشپزی خانم روزا منتظری هم هست. هیچی نیست. به قول گالیور استراتژیست سرزمین لیلیپوت‌ها، این همون تاکتیکیه که توسط دکتر سوکراتس تو بازی برگشت بارسلون و آرسنال پیاده کرد. هیچی هم نیست. به قول زیف شف میگفت حزب الله بر ما پیروز شد، در جنگ 22 روزه نتونستیم علیه حماس کاری بکنیم، و بعد حالا به مزاح یا به مزاحی نزدیک بشید خطاب به کنس میگه که نمایندگان کنس میگه که باید منتظر جنگ 11 روزه بود و بعد از 11 دیگه عددی نیست. این همون فست فوده که حالا یه سری میخوان با کچاپ بخورنش، یه سری میگن نه زیتون پرورده باشه که اونم هیچی نیست. من نمیخوام بگم که چون هاریسون گفته، نه براش استدلال هست. ببینید آقای رابرت گیتس آخونده برای اینکه توجهات رو از همین سوختگی‌ها منحرف کنن، این هفته بند کردم به برگزاری جشنواره یوروویژن تو جمهوری آذربایجان. حالا اینکه یه جشنواره موسیقی که مربوط به اروپایی هاست اگه تو جمهوری آذربایجان برگزار بشه چرا حاکمیت ولی فقیه رو می‌لرزونه بماند. البته هر کسی خوب میدونه که یوروویژن بهانه است، رژیم از جای دیگه ای داره میسوزه. سید علی هم برای پوشوندن این قضیه و تسکین سوزش یه گله بسیجی ول کرد تو خیابون تا علیه آذربایجان عربده کشی کنن. و هر حال مشخصه که سوختگی عظما اینطوری درمون نمیشه.
و باید مطابق رهنمود آمعمودشون آب رو جای درستی بریزن. این وسط خامنه‌ای توی نمایشگاه کتاب با یه فقره توف سربالا از نوع بدجورش روبرو شد، یعنی اومد جست تبلیغاتی بگیره، سکندری خورد و رفت تو دیوار. داستان از این قرار بود که یک کتاب سفارشی به قلم یکی از پاچه‌خوارهای مزدورش در مورد زندگی نامه خامنه‌ای چاپ کردند. حالا ناشر کتاب کی بود؟ بله، علاقه‌مند همیشگی فرهنگ و کار فرهنگی، یعنی وزارت اطلاعات. ولی تو همین کتاب سفارشی هم افتضاح بالا اومد و به جای تبلیغ بریدگی و فرار خامنه ای از مبارزه لو رفت. کار به جایی رسید که دفتر حفظ و نشر آثار خامنه ای گفت ما اجازه نشر نداریم. بلافاصله هم شروع کردم به جمع کردن کتاب. حالا جمع نکن کی جمع کن؟ یعنی یه بار دیگه وزارت اطلاعات اومد ابروی عظما رو برداره، زد کورش کرد تا از این قنفذ در کردنها پشیمون بشه. لانه الحكم شاف بانه الرتو الحكم شاف بانه الرتبوي ارتكب. تی وی ریش همیشه ویترین پررویی و وقاحت بوده. اینجا 9 نفر رو با فرغون به اسم مجری خالی کردن توی این برنامه که چی کار کنن؟ هیچی. رابطه های صمیمی و برادرانه با فرهنگ احمدی نژادی رو به نمایش بذارن. اگر به احترام این آزرده شدی، ناراحت شدی، بیستید کنار شهر بابا بی خیار بذار بچه‌ها کارشون برسن. خدا خیرت بده شهرام جان. شاید گفتن این جمله اینجا مار در میاد این ماچ کرده. آره گفتم بیستید نه پاچه خاری کنید. بیستید خانومان بیان، خانومان بیان تو این قاب بیستن جان. اگه 2-3 دقیقه با ما وقت بدین ما قول میدیم فقط پیامک بخونیم. مردونه اکرم ناصری نژاد 0915-70 خط 32 گفته اگه یکی به شما گفت خیلی شوتید ناراحت نشید، چون برنامه‌تون خیلی توپه، یعنی توپید به جای شوتید. بریم تا آخرش. یعنی اینکه این ریموت دست شماست، کنترل میگید شما، چون میگه خیلی راحت میشه شبکه رو عوض کرد. باعث افتخار ماست که بیننده رسانه ما باشید، میخواد هر شبکه‌ای باشه. تازگی‌ها برنامه‌تون خیلی بیحال شده و گفته باشم. این ایوب 24 ساله گفته. بله، حالا که مشخص شد خواست نظام اینه که تلویزیونش رو نگاه کنی و مهم نیست که پای کدوم کانال وقت تلف بشه، پس بریم سراغ شبکه حافظ منافع ولی فقیه در انگلیس، یعنی آیت الله بی بی سی. سلام خانم فره، برای مقام معذر رهبری از چیدگونتون استفاده میکنم و آرزوی سلامتی و طول عمر برای نابودی رژیم استعماری انگلیس و آمریکا هم دعا میکنم از همینجا. باشه، مرسی، خیلی ممنون. ظاهرا این بسیجیه رو توجیه نکردن که این شبکه خودیه. اگه یه جایی هم اختلافی بین مواضع بی بی سی با شبکه اول جمهوری اسلامی باشه، به خاطر مخاطب‌های مختلفه، از جنس اختلافات درون نظامه. بالاخره همشون در التزام قلبی و عملی به ولی فقیه مشترکن. مرسی، خیلی ممنون. در مشنگستان این هفته ابتدا میریم سراغ یه جفنگاف دیگه که برای رقابت با حجت الاسلام جنه جنون اشتیاق زیادی از خودش نشون میده. آتیشناسی اجتماعی در خصوص جن. دانشکده تسخیر جن که در لندن تأسیس شده. من ساختمان این دانشکده رو دیدم، حتما این دوتا وسیله رو دیدید. اسمش رمل و استرلاب هست. این ابزار رمل و استرلابی رو که خدمتتون عرض کردم، بعضی از رمالا و سرکتاب بازخونا بدون اینکه هیچ گونه اطلاعات علمی درباره اینا داشته باشن، چون این شاید حدود 7-8 سال دوره ریاضی تسلط به رمل و استرلاب هست، بدون اینکه اطلاعاتی درباره اینا داشته باشن، فقط میگیرن دستشون رو
پرت میکنن و یه حرفای نامفهوم میزنن. آقایون جنگیرا در کشور ترکیه و در بخشی از غرب ایران از این گونه مجسمه ها استفاده میکنن، جن رو میفرستن توی این مجسمه و میلیون ها تومن پول میگیرن، میگن ببر اینو بذار خونه اون کسی که ازش زمین میخوای بخری و به تو نمیفروشه، اینو ببر بذار تو خونش، زمینشو به تو میفروشه. قرارمان فصل انگور، شراب که شدم تو بیا. اخ اخ، قرار گذاشتی که شراب بشی؟ فکر کنم که از قرارت خیلی گذشته، چون الان بیشتر مثل سرکه شدی. من جان میآورم، تو جام. نه تو جان نیار، همون جن رو بیار بسته. ما هم سعی میکنیم تو بخش مشنگستان یه جایی بهت بدیم. اگه بخواید بدونید که چه کسایی در ارائه این برنامه پرمغز نقش داشتن، خوبه یه نگاهی به این دیست بندازید. و اما رقیب سرسخت این هفته این آخونده که توی مشنگی دان 8 داره. برای اینکه ابعاد شود مشنگیش بهتر بارز بشه، باید ابتدا یه مرور کوچیک جغرافیایی بکنیم. سان هوزه. با مراجعه به دایرة المعارف یا اطلس‌های مختلف میشه دید که شهر سان هوزه شهری است در شمال کالیفرنیا و حدود 230 سال پیش در سال 1777 توسط اقوام اسپانیایی مهاجر ساخته شده. اما این آخونده حرف همه مورخا و کتاب‌های دایرة المعارف رو یک تنه رد می‌کنه. طبعا نه از روی تحقیقات، بیشتر از روی بخارات ناشی از استراحت بعد از غذا در یک روز گرم تابستانی. یعنی تعال الى مثلا کالیفرنیا، اهم ولایه في امريكا كاليفورنيا، يعني اهم ولايه من الناحيه الثقافيه وكذا. كاليفورنيا هو يحسبوا له حساب في كاليفورنيا، اهم مدينه اسمها سان هوزه. سان يعني القديس، مثل سان فرانسيسكو القديس فرانسيسكو. سان هوزه، هوزه يعني شنو؟ هوزه هو حسين. حسين باللغة اللاتينية، اللاتين سين ما عندهم، زي عندهم، يعني احنا نقول اسرائيل، هم يقولون ازرائيل. هم يقولون حسين، هم يقولون هوزي. النون الاخير يشيلوه، مثل شايفين الفرنسيين ما يقولون فاريس، يقولون باغي. صحيح. فهم يقولون هوزي. سان هوزي يعني القديس حسين. الله. القديس حسين. عرفوا؟ الله. ولكن هاي من المظلومية لأهل البيت عن يوم السنة، زي ليش صار باسم القديس حسين؟ القديس حسين شو دايره كاليفورنيا. صحيح. در پایان با توجه به نزدیک شدن مشعل المپیک به لندن، سراغ ورزشکاری میریم که هیچ محدودیتی برای تمرینات ورزشیش قائل نیست و از هر فرصتی استفاده میکنه.